سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز یه چالش خفن قراقاتی داریم، ولی یه مهمون جدید هم داریم، آرام از چنل کوکتل تیوی. سلام، افتخار اینو دارم که توی چنل خوتن یه ویدیو با هم داشته باشیم، یه چالش که خیلی باحال شده، امیدوارم که لذت ببرید. اما چون خب این ویدیو مال چنل خوتنه، من ترجیح میدم زیاد حرف نزنم، از خوتن میشنویم. اول از همه بهتون بگم که این ویدیو دو تا پارت داره. پارت اولش تو چنل منه، پارت دومش توی چنل کوکتل تیوی آپلود میشه. لینکش هم تو دیسکریپشن میذارم، برید ببینید حتما. چالشمون هم این مدلیه که یه سری چالش مختلف که حالا تو اینترنت زیاد هستش رو با هم دیگه قرباتی کردیم، سوالش رو رندوم از هم دیگه میپرسیم. میریم تو خود چالش، میفهمید که قضیه چیه، نمیتونم اصلا توضیحش بدم. اینجا یه سری سوال داریم که سینا ترک کرده، همجوری قرقاتیش کردیم و قراره که نوبتی همجوری بردیم و سمگیر پرسیم ببینیم چی در میاد دیگه. آره بریم تو کارش. اول من یا تو؟ اول خانوما. دو بردارم سخته رو. من دیدم سوال علی جوش. یه سوال خیلی 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 سخت، مخصوصا برای آرام که تو کار رفته. چه شانسم این عد اولیش رفی من. ترجیح میدی فیت مهراتیدن با جوادی اصداری رو بشنوی یا این که فیت رضا پیشو با سنگی؟ چرا اینو ترک کردی سینا واقعا؟ از رو قصد نیت. خب جوادی اصداری با مهراتیدن یا اینا انتخاب کنی میزنمت. رضا پیشو با ترجیح میدم کدوم بشنوم؟ آره دیگه، یا کدوم بشنوم؟ خیلی سوال سختیه. از اون من خب همه میدونن دیگه، من خیلی طرفدار بچه‌ی زد بازی ام و مهرادم که پرچمش بالاست، اسمتش میره با جوادی اصداری بخواد بخونه مثلا، فکر کنم بیاد با تمام احترام که رضا پیشرو طرفداراش قائلم احترام، مجبورم که فیت سندی رو جور کنم با رضا پیشرو، بکنم قشنگ میشه. خوب انتخاب کرد، بندری میخونه تکنیکی. منم خب فیت رضا پیشرو با سندی رو شنیدیم از رادیو جوان، امیدوارم که لذت برده باشی. حالا من میرم اینا، این یکم گنده مونده است، من نظر میاد که خوشگل مشکل زیر 5 ثانیه هست دیگه. این زیر 5 ثانیه اینجوریه که بعد زیر 5 ثانیه جواب بده. سه خصوصیت به درد نخور انسان: باطل خارج شونده، دروغ گفتن، فراموشکاری. قول قبول بود، قشنگ بود. بعد دیگه اینا بادهای خارج شونده اصلا مؤدب باشم. خب ببین چه سوالی واسه آقای آرام در میاد. خیلی بزرگه این، این یکی خیلی بزرگتر. آره گنده مانده است. اوه 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 اوه، ترجیح میدی تو گاد آف وار باشی، یعنی شخصیت منفی داری باشی، اولی شیت، یا تو فورتنایت باشی همینجوری کلا هی بجنگی و اینا یه شیل اضافه داشته باشی دیرتر بمیری، یا اینکه تو سیمز باشی یه زندگی خفن داشته باشی ولی خب یکی دیگه داره زندگی تو کنترل میکنه. خب از اونجا که خب ما رپ کنیم و دوست داریم کلا رو، یعنی رپ کن که میگم، یعنی مخاطب رپ ما داستان ها، بعدمون میاد که یکی کنترل داشته باشه رو اون گزینه سوم که پیچیده. همه هم که چنل منو دیده باشن میدونن من طرفدار گاداوار هم هست، عکسش تو دیوار. ترجیح میدم دشمن شخصیتت که دوست دارم باشم حداقل ببینمش، یعنی میزنه پرپرت میکنه میمیره، چه فایده داره؟ به دست اسطوره مردم، میدونی مثلا فکر کن کسی که لژندت کشتت، افتخار بیشتر از این؟ اینم میشه. ولی من بودم هم شخصیت منفی گادافر انتخاب میکنم، ولی میرفتم با گادافر تری رفاقت میریختم تو بازی. اونم میشه. آره ولی خب نشد دیگه، ما سیاستمون ضعیف بود. خب تا اینجا فیت پیشرو و سندی رو دیدیم و منم به دست کریتوس کشته شدم. من تره رفاقت ریختم با کریتوس. بریم ببینیم چی میاد داستان. سفید آقا این گرفتیم آره، یعنی از من این سوال نواد بپرسید. نه اینجوریه که هر چیزی دلش خواست میتونه بپرسه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی الان فکر کنم یه چیزی بپرسم. خب خب این پوچه، یعنی از من این سوال نباید بپرسه. نه داور داره بازی، باید این باشه بازی داور داره، داور داره به نفع میگیره. خب بذار من فکر کنم چیه؟ خب ببین تا اونجا که من میدونم شما اولین یوتیوبرهای ایرانی هستی، یعنی اولین یوتیوبر ایرانی هستی که ریاکت و اینا رو به ویدیو اینا آوردن. خب بعد با این جایگاهی که الان داری حاضری ما بهت، یعنی یوتیوبتو کلا پاک کنیم فقط به 1 میلیون فالوور بدیم، یا
بهت 50 تا سابسکرایب بدیم ولی فقط مجبور باشی چیکار کنی؟ مثل الناز گروخ از اون ویدیوها بدیم. یا چوزی یا بهت بگن که 100 تا ساب بد میدم ولی بعد همه ویدیوهاتو پاک کنی فقط پابجی بازی کنی. یعنی الان در هر صورت قرار چنل من و ویدیوهایی که دارم پاک شه. چنلت قراره به چخ بره و یه چیز جدیدی بشی کلا. آقا این خیلی نامردی، خیلی هم سخت. ولی مهم اینه که چجوری میخوای به چخ بری. مثلا بهت میگن تفنگ یا چاقو، با تفنگ بکشیم یا با چاقو دیگه. الناز گروخ نیستم واقعا. یعنی هر کی منو ببینه مثلا میگه ای یارو که میگفت تینگ. خیلی زایی است، خیلی حس بدی بهم میده. اصلا دوست ندارم اونجوری معروف شم. این از اینکه کنسل. پابجی هم تا حالا تو زندگی بازی نکردم، هیچ ایده ای ازش ندارم، ولی خب شاید بتونم یه پلیر خوب توش بشم. چرا که نه، یه منیم فالوور اینستا به درد نمیخوره. میخوام چیکار؟ همون 100 کاسابو میگیرم پابجی بازی میکنم. منطقیه، چون فالوور واقعا به درد نمیخوره. الان سوشی و اینا دارن دیگه. پابجی ولی سخت فکر کنم. یاد میگیری حق همین شبای عزیز اون سوال آزاده واسه من میفته. آقا تقلب نی؟ تقلب دعا میکنم. تقلب الهیه این. برو آدم دعا میکنم. یعنی چی؟ زیر 5 ثانیه باید جواب بدی. هاملی خدا باهاش یاره همیشه. 3 تا کاری که تو دستشوی میکنی. مسواک میزنم، صورتم رو میشورم، شعار یک و دو. شعار یک و دو، یکی شما گفته قبول بود. حالا دیگه منظورم این بود که مثلا کلی برسونم. بچه با آدم میرسته، خوش هم باید از بود، آفر. بگیره سعیه ما اینه که عدب رو بیار کن. بریم ببینیم که چی در میاد. گلده مونده است مثل که بارم. خب از اون سایز انتخاب کدومو ترجیح میدیه؟ خب. یک، عروسی رضا گلزار با سحر تبر. چرا رضا گلزار باید با سحر تبر ازدواج کنه؟ سینا بپرس. سینا میگه. دو، عروسی مگان مارکل با پرینس هری، یعنی عروسی سلطنت خب. خفندیه. یعنی برم چیکار کنم؟ اینا دعوتت کردن، تو ترجیح میدی که کدوم بری؟ من بد خونده میکرم. کدوم آدم احمقی انتخاب میکنی برای عروسی رضا گلزار و سحر تبر؟ کوبیده میده. اشکال من کوبیده میخوام چیکار؟ به اینجا در نظر بگیر میری عروسی سلطنتی، دیوید بکام داره، کریستیان بیل داره، جورج کلونی داره. دوتا دختر خوبم بگو که دیگه من دیده خودم نگاه میکنم به عروسی پروازه دیگه کدوم انتخاب میکنم، ترجیح میدم کدومو برم، عروسی سلطنتی. خب به این دقیقه میکنی که اونجا چلو کبابونه نمیدن بعد نمیتونی مثلا ایرانی برخصی؟ اصلا مهم نیست. مهم نیست. من خودم بودم اونو میرفتم چون کارم حواشیه، میرفتم جنب حواشی چیه چیه چیه. من بعد عکس میگرفتم با کرسی هم بیل میفرستم درکی میزنیم. هی ببینیم چه سوال. شانس داره زیر 5 ثانیه هست باز. سه تا از چرکترین دیوونه های اینترنتی باید خزایی سوشی شکونه موندید بذار یه ثانیه گفت چجا یه ثانیه گفتی دیگه برحال من خوب رفت میکنم از این چرکتر نبود؟ نه چرا خودم در انتخاب کنی؟ گفتی چرک میتونه سلقه ها متفاوت بشه برحال اینا دارن سبکی رو که ما دوست داریم و به گند میکشن فلا ما گفتی سوشی صبحونه سوشی صبحونه بچه که چنل من دنبال میکنم میدونن کیه و آقای مونتی و باید خزایی دیگه حل یه سوال خفن بده یه کنم که تعلق کنیم بریم واسهش خب چیه؟ زیر 5 ثانیه خب بایستا من باید تمرکز کنم دست طراح اینو بوسید. خب 3 تا عضو بدن با الف داریم آپاندیس، آورت، انگل. انگل دیگه خب کسی که داره یکی از اعضای بدنشه دیگه، چسبیده تو بدنش. اصلا مستاجره بیشتر، مهمان ناخوانده است. خب دیگه میمونه دیگه. قبول کنیم؟ قبول میکنیم، مجری خودش شد. خب بچه ها پارت اول چالشمون تموم شد، پارت دومشو میذاریم توی چنل کوکتل تیوی، لینکش هم تو دیسکریپشن هست، بهت حتما ببینید. فعلا خدافظ.
see you there.